چگونه به خداوند نزدیک شویم؟ راه‌های نزدیک شدن به خداوند. راهی که انسان باید بپیماید تا به مقام قرب الهی برسد چگونه راهی است؟ تقرب و رسیدن به خداوند مهمترین دغدغه هر مؤمنی است که برای دستیابی به آن تلاش می‌کند. بهترین راه رسیدن به خدا و رضوان الهی همان راهی است که خود خداوند بیان و مشخص کرده است. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نیکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. بهترین راه‌های نزدیک شدن به خداوند. تقرب نزدیکی جستن به خداوند است. درباره ماهیت تقرب به خداوند، برخی با رویکرد فلسفی آن را نزدیک شدن حقیقی به معنای قرب ذاتی به خداوند دانسته و عده‌ای نیز با رویکرد کلامی نزدیک شدن به خداوند را مجازی و به معنای بهره‌وری از بهشت و نعمت‌های الهی دانسته است. اساساً دنیا مقدمه جهت رسیدن و تقرب به خداوند است و در آن وسایلی قرار دارد که تحقق این هدف را تسریع می بخشد. نزدیکی به خداوند امری است که یک شبه نمی توان به آن رسید، بلکه نیازمند زمان و انجام اقداماتی است. عوامل مؤثر و تأثیرگذار برای نزدیک شدن به خداوند عبارتند از اطاعت خداوند و اجرای فرمانهای الهی. عبودیت و الوهیت مخصوص زاد پروردگار است و آدم مؤمن باید هر گونه شرک و بت‌پرستی را نفی نماید و همه کارها را فقط برای او انجام دهد، زیرا غیر خدا ارزش آن را ندارد که معبود انسان قرار بگیرد. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 110 می‌فرماید بهترین چیزی که به وسیله آن می‌توان به خداوند نزدیک شد ایمان به خدا و پیامبر اوست، زیرا ریشه اصلی حرکت‌های سازنده و مثبت ایمان است. جهاد در راه خدا. دومین وسیله جهاد در راه خداوند است. و جهاد فی سبیل فنه ذرة الاسلام. جهاد در راه خدا وسیله تقرب به خداوند است، زیرا جهاد قله رفیع اسلام است. با بیان فلسفه جهاد به عنوان قله رفیع اسلام استفاده می شود. جهاد در راه خدا باعث بقای اسلام و رشد و بالندگی آن و وسیله عزت و سربلندی جامعه اسلامی است و بدون جهاد حیات مکتب اسلام تضمین نخواهد شد. انجام واجبات. یکی دیگر از راه‌هایی که برای سیر و سلوک علی الله و تقرب به پروردگار در کلام امیرالمومنین در خطبه 110 نهج البلاغه آمده است، انجام واجبات است. حضرت به اشاره به جهاد آن را قله بلند اسلام معرفی می‌کند و جهاد فی سبیله فانه ذروة الاسلام. سپس به اقامه نماز اشاره کرده و آن را حقیقت دین و آیین معرفی می‌کند و اقام الصلاة فانها الملة. آنگاه پرداخت زکات را به عنوان یک فریضه واجب بیان کرده و ایته و زکات فانها فریضتون واجبه و روزه ماه رمضان را سپری از عذاب الهی می داند و صوم الشهر رمضان فانه جنتون من العقاب. سپس با معرفی حج و عمره به عنوان وسیله برای از بین رفتن فقر و پاک شدن گناهکاران و حج البیت و احتماله فانهما ينفيان الفقر ويرحزان الذنب. صله رحم را وسیله فزونی در مال و طول عمر معرفی کرده است. وصله الرحم فانها مسرات في المال ومنساه في الاجل. امام صادق علیه السلام از رسول خدا روایت کرده است که خداوند متعال می‌فرماید هیچ بنده‌ای به من تقرب پیدا نکرده است با چیزی که نزد من محبوب‌تر از انجام واجبات باشد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نماز را وسیله تقرب و پروردگار معرفی کرده و می‌فرماید امر به نماز را عهده بگیرید و آن را حفظ کنید، زیاد نماز بخوانید و با نماز خود را به خداوند نزدیک کنید. تفکر در عواقب زیانبار گناه.
اگر انسان توجه کامل داشته باشد که مسیحیت افزون بر آثار سوء دنیایی چه عذابهای غیر قابل تحمل اخروی به دنبال دارد، مطمئناً از گناه دوری می‌جوید. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید هر کس به خدای خود با حالت گناه وارد شود، جزای او جهنمی است که در آنجا نمی‌میرد و نه زنده می‌ماند. در آیه دیگر فرموده است در روز قیامت گناهکار دوست دارد که فرزندان، زن، برادر، همه خیشان و همه اهل زمین را فدا می کرد تا از عذاب نجات می یافت، ولی چنین نیست، بلکه آن آتش شعله کش است. و در جای دیگر فرموده است در روز قیامت کافر می گوید ای کاش خاک بودم. 5. سجده نزدیکترین راه به خالق. نزدیکترین راه توجه و اتصال به خداوند نیز سجده ذکر شده است. قرآن کریم سجده را از نشانه های قرب عاشق به خداوند قرار داده و اسجد وقت تربه، سجده کن و به خداوند نزدیک شو. و یا در خلوت معراج پیامبر و خداوند می خوانیم ای احمد، آیا می دانی در چه شرایطی بنده من از همه وقت به من نزدیک تر است؟ گفت پروردگارا نه. پروردگارش فرمود آنگاه که گرسنه یا در حال سجده باشد. نماز. یکی از وسایل قرب به خداوند نماز است که حضرت فرمود و اقام الصلاة فإنها الملة، برپا داشتن نماز که حقیقت دین است، زیرا نماز پایه اصلی دین و ستون خیمه آن است. روزه. یکی از وسایل تقرب به خداوند روزه ماه رمضان است و صوم الشهر رمضان فإنه جنة من العقاب، روزه ماه رمضان که سپری در برابر عقاب و کیفر است. از اینکه روزه را به عنوان سپر عقاب معرفی کرده است برای آن است که سرچشمه اصلی گناهان وسوسه های شیطان و از ابزار شیطان هوای نفس است. در واقع روزه انسان را از جهان بهایم خارج و به سوی فرشتگان میبرد و او را به خداوند نزدیک میکند. اخلاص. مخلصین انسان‌های والایی هستند که خود را از غیر خدا تهی کردند و همه دارایی و هستی و افعال و اوصاف خود را به خداوند دادند و علم و قدرت و حیات و هستی برای خود نمی بینند. علم خود را علم خدا و حیات خود را حیات خدا و قدرت خود را قدرت خدا می دانند و دارایی و ملک و سرمایه خود را از حق تعالی می بینند. آنها فانی در حق و باقی به بقای او هستند و در عالم فعل و اسم و صفتی جز فعل و اسم و صفت الهی نمی بینند. انجام مستحبات. اهتمام به انجام مستحبات آدمی را به خداوند نزدیک تر می کند. محبت باری تعالی را جلب می نماید. محبت خداوند سبحان نیز اکسیری است که به طرز شگفت‌انگیزی انسانها را به اهداف متعالی سلوک علالله می رساند. محبت به اهل بید علیهم السلام و براعت از دشمنان. عشق به اهل بید علیهم السلام زمینه ساز عشق به خداوند است و دوست داشتن اهل بید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مهر ورزیدن به ارزش‌های والای الهی می باشد. رسیدن به قله رفیع کمالات معنوی و انسانی بدون دوستی اولیای الهی ممکن نیست و پذیرش اعمال و زحمات یک مسلمان در گروه محبت و ولایت اهل بید علیهم السلام می باشد. امام علی علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند در روز قیامت هیچ بنده‌ای قدم بر نمی‌دارد مگر اینکه از چهار چیز سوال شود که چهارمین سوال از دوستی اهل بیت خواهد بود. بر این اساس تقرب به خداوند و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت با عشق و دوستی آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عجین شده است. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکس میدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکس میدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.